سونی های طالبان بار دیگر ذات وحشی خود را نشان دادند یکی از فرماندهان پلیس طالبان با تهدید شیعیان گفته کسانی که به این گروه اعتراض نموده و در برابر آن مقاومت کنند را گردن میزند همکار علی اکبری گزارش میدهد شیعیان در نقاط مختلف جهان مشکلات گوناگونی را تجربه می‌کنند آنها معمولا تاوان اقدامات تروریستی سنی های را در کشورهای غربی می دهند. اقداماتی که خود بزرگترین قربانی آن هستند. یکی از کشورهایی که شیعیان به انواع مختلفی از تبعیض اجتماعی و کوچاندن اجباری گرفته تا به قتل رسیدن در آن قربانی می شبن. افغانستان است. در همین راستا ملا صدیق الله عابد. فرمانده پلیس طالبان در منطقه شینشین دایکندی به ساکنان این ولایت هشدار داده کسانی را که در برابر طالبان مخالفت و ایستادگی کنند گردن میزند فرمانده پلیس این سنی های تند رو در دایکندی در دیدار با علما بزرگان و ریش سفید های دایکندی آنان را تهدید کرد که هرگونه مخالفت با طالبان با برخورد سخت این گروه مواجه خواهد شد. مولوی عابد گفت هر کسی که تصمیم داشته باشد با امارات اسلامی مخالفت کند بدون ملاحظه اینکه کیست و از کدام قوم است گردن زده خواهد شد او علاوه بر هشدار به افراد مختلف از بدتر شدن وضعیت امنیتی و افزایش مخالفان امارت این گروه تروریستی در دایکندی نیز سخن گفت این سرکرده یه طالبان گفت از وضعیت بد امنیتی دایکندی بیشتر شدن مخالفان و برنامه های مشکوک خبرهایی به گوش میرسد ما از همه آنها آگاهیم و به آنان هشدار میدهیم دست از مخالفت بردارن وگرنه کشته خواهند شد. ویته ادعایی به ساکنان دایکندی گفت به همه کسانی که از ترس فرار کرده یا علیه طالبان اسلحه برداشتند بگویید که پس از عفو عمومی آزادن و میتوانند به خانه های خود بازگردند و آزادانه زندگی کنند او ادعا کرد که عناصر این گروه تروریستی با کسانی که در گذشته علیه آنها جنگیدند کاری ندارد با این حال شماری از ساکنان دایکندی به رسانه ها گفتند که در چند روز اخیر سنی های تندرو طالبان شمار زیادی از مقامها و نظامیان حکومت پیشین و همچنین بستگان آنها را بازداشت کردند و هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. پیش از این سراج دین حقانی وزیر کشور حکومت خودخانده طالبان در یک سخنرانی گفته بود که عفو عمومی اعلام شده. شرعیست نسیاسی. سخنان او به نگرانی مردم در مورد احتمال افزایش انتقامگیری سنی های تندرو طالبان از نظامیان پیشین دامن زده است.